بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. بیانیه مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در محکومیت شهادت تعدادی از شیعیان پاراچنار پاکستان. تشکیل کمیته ویژه نظارت بر ارائه خدمات به زائرین اربعین در مجلس عراق. فعالان حقوق بشر در آمریکا خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. و افزایش 70% اسلام حراسی در آمریکا در نیمه اول سال 2024. وقت شما بخیر. در پی شهادت جمعی از شیعیان مظلوم پاراچنار، مجمع رسانه امام حسین علیه السلام بیانیه‌ای صادر نمود. در این بیانیه مجمع رسانه امام حسین علیه السلام ضمن عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ابراز همدردی با خانواده های شهدای این فاجعه، این جنایت را محکوم نمود. متن این بیانیه بدین شرح می باشد: انا لله و انا الیه راجعون. مجمع رسانه امام حسین علیه السلام با عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر، ارواحنا له الفدا و مراجع معظم تقلید به ویژه مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله، ضمن محکوم کردن جنایت به شهادت رساندن و کشتار جمعی از شیعیان پاراچنار، خود را در غم و رنج خانواده های شهدای این جنایت شریک دانسته و از خدای متعال رحمت و مغفرت و هم جواری با 14 معصوم علیهم السلام در روز قیامت و صبر و اجر برای بازماندگان آرزو دارد. بار دیگر دست یزیدیان، امویان، بنی عباس و دشمنان دیرینه اهل بیت علیهم السلام از آستین عوامل منحرف وهابیت بیرون آمد و این بار تعدادی از شیعیان بیدفاع و غیر نظامی و مظلوم را در منطقه پاراچنار پاکستان به خاک و خون کشیدند. انتظار می رود که دولت پاکستان نسبت به بررسی این موضوع و برخورد با خاطیان به منظور جلوگیری از تکرار این گونه جنایات کمیته ویژه‌ای تشکیل دهد. این جنایات نه تنها قلب شیعیان بلکه همه مسلمانان و انسانهای آزاده در سراسر دنیا را به درد آورده است. لذا مجامع حقوق بشری و دولت‌های دنیا نباید در برابر این گونه جنایات بی‌رحمانه و غیر انسانی سکوت کنند. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی، از مشهد مقدس پیرامون تحلیل این رخداد با ما همراه هستند. آقای جمشیدی سلام و عرض ادب. بله، ممنونم جناب جمشیدی. لطفاً در رابطه با راهکارهای مقابله با حوادثی نظیر آنچه که در پاراچنار اتفاق افتاده و تلاش گسترده برای قتل عام و نسل کشی با انگیزه نفرت پراکنی مذهبی، دیدگاه های خود را بیان بفرمایید. بله،
بله بفرمایید. پاکستان نیست، خب این اتفاق در هندوستان هم خب ما سالهای سال هست که درگیرش هستیم. مسئله کشمیر باز تنها در اونجا نیست، در خیلی از کشورهای دیگه که من نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم این اتفاق میفته، از دیرباز هم بوده. یعنی کشمکش های مذهبی، کشمکش های دینی، من فکر میکنم بگذاریم از این که یک بخشش ممکنه دسیسه باشه، یعنی واقعا کسانی باشن که این افراد رو تحریک میکنن که به جون هم دیگه بیفتن، یعنی علل و عوامل خارجی باشه. یک بخش هم که برمیگرده به ضعف دولت ها، یعنی اگر دولت پاکستان واقعا قوی باشه و خوب عمل بکنه میتونه مانع خیلی از این کشمکش ها و درگی ها باشه. یک مشکل عمده ای که این وسط ما داریم من فکر میکنم بیشتر ناشی از حق پنداری هر کدام از ما هست. یعنی وقتی که جمشیدی خودش رو حق میپنداره دیگه با شما نمیشینه گفتگو بکنه، با شما نمیشینه حرف بزنه. درسته ما مسلمان هستیم، ولی لیکن اسلام در اینه که دین حق تردیدی نیست، ولی لیکن آیا من تمامی شاخص های اسلام رو من دارم؟ یعنی شما خودتون اگر برگردید تاریخ نگاه بکنید، کشمکشی که یهودی ها داشتن با عیسی مسیح علیه السلام سر همین بود. اونها فکر میکردن که یهودی هستن و عیسی مسیح کسی هست که در مقابل این آمده، یعنی در مقابل پیغمبر ایستادن، به خاطر اینکه اونها خودشون رو حق میپنداشتن. الان کشمکشی که در خیلی از کشورهای اسلامی رخ میده همینه، یک عده افتادن جلو که آقا ما حق هستیم، ما درست هستیم، ما آن چیزی هست که پیامبر فرموده، آن چیزی هست که خدا فرموده، در نتیجه هر کس که در مقابل ما باشه میشه نه. خب این کشمکش و وضعیت رو ایجاد میکنه که ما الان هستیم. یعنی من بایستی بدونم اسلام یک چیزی هست، من هم یک چیزی دیگه ایم. من تلاش میکنم تا بشم مسلمان، من تلاش میکنم تا بشم مؤمن، من تلاش میکنم تا بشم مثلا پیرو عیسی مسیح. معلوم نیست که من پیرو عیسی مسیح باشم، معلوم نیست من واقعا پیرو پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشم. یک نکته دیگه که ما کمتر بهش توجه میکنیم، توجه به اون دستوراتی است که خداوند متعال و پیامبر اکرم فرموده. یعنی ما بین باورهای خودمون و عملمون فرق میگذاریم، تفکیک میکنیم، جدا میکنیم. اگر اسلام یک دینی هست به عنوان سلم، یعنی سلامتی میاره، خب ما باید این سلامتی رو بده هم دور برای خودمون که بخوایم دیگه. فرق نمیکنه ما بالاخره حنفی باشیم، میخوام شافعی باشیم، میخوام هر پیرو و هر ادیانی باشیم دیگه، بالاخره ما مذهبی هستیم، همه ما در دور یک بالاخره میز جمع شدیم، هر کس با یک اعتقادی با یک مذهبی. ما وقتی میتونیم از اعتقادات خودمون دفاع کنیم که سالم باشیم، ما وقتی میتونیم برای اثبات عقاید خودمون، وقتی که ما یک سره درگیر هستیم و به تعبیر بنده خدا میگفت که همه دیندارها دارن برای اینکه اثبات بکنن که دین برای صلح و آرامش آمده آدم میکشن، خب شما با این آدم کشی چه کاری، چه اتفاقی در جهان میندازید؟ یعنی مردم نفرت پیدا میکنن. یعنی من که بیرون به عنوان ناظر هستم برام مهم نیست که شیعه هست یا سنی هست، یعنی برای من این برایند دینه، برایند اسلامه، این از دین زده میشن. ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون تحلیل این رخداد دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. برنامه جهانی غذا می گوید برای جلوگیری از سیل و آبیاری هزاران هکتار زمین، کانال‌ها و دیوارهای حفاظتی در افغانستان ساخته است. این سازمان می‌گوید که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر بحران اقلیمی به ویژه سیل است. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه 9 مرداد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که با کمک جوامع محلی این تأسیسات حفاظتی را ساخته است. استفان دوجاری که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که گوترش به شدت نگران وضعیت بنگلادش است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل همچنین نسبت به گزارش‌های دستگیری گسترده هزاران جوان و مخالفان سیاسی در ارتباط با جنبش دانشجویی ابراز نگرانی کرده است. به گفته وزارت کشور بنگلادش، اعتراضات اخیر دانشجویان به اصلاح مشاغل دولتی در این کشور جنوب آسیا پیش از این دست کم 150 کشته بر جای گذاشته است.
سازمان ملل از آوارگی بیش از 75 هزار نفر در یمن به دلیل تشدید درگیری‌ها میان دولت و گروه انصار الله و شرایط جوی سخت از ابتدای سال 2024 خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از وبگاه عرب 48 نوشت، بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل در یمن در حساب خود از طریق پلتفرم ایکس منتشر کرده، تشدید درگیری‌ها و شرایط سخت جوی منجر به آواره شدن بیش از 75,600 نفر در یمن از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل توضیح داد که مکانیزم واکنش سریع سازمان ملل در یمن به رهبری صندوق به 96% از آوارگان در 18 استان آسیب دیده کمک‌های اضطراری ارائه کرده است. سازمان ملل با انتقاد از اقدامات ارتش میانمار علیه مسلمانان این کشور اعلام کرد که این نهاد نظامی میانمار ناقض قوانین بین المللی است. در بیانیه مشترک آلیس وایریما ندریتو و موبلیکر از مشاوران سازمان ملل آمده است که رنج ساکنان منطقه آراکان در میانمار به دلیل عمدی بودن قتل و خشونت ادامه دارد و این در حالی است که اقدامات پیشگیرانه اعلام شده توسط دادگاه بین المللی در ژانویه 2020 در این خصوص نتیجه‌ای نداشته است. در این بیانیه با اشاره به وجود 3.2 میلیون آواره در این کشور نسبت به عواقب بحران انسانی در میانمار هشدار داده و تأکید شده است که شرایط در این کشور وارد مرحله جدیدی و بسیار خطرناک شده است. به دلیل تغییراتی که با افزایش سن به ویژه پس از 40 سالگی به وجود می آید، بدن برای کاستن از التهاب با مشکل بیشتری مواجه است. یکی از بزرگترین معماهای مربوط به بیماری سرطان این است که چرا این بیماری عمدتاً افراد میانسال و مسن‌تر را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از نیویورک پست، در طول 5 دهه اول زندگی احتمال مرگ به دلیل تصادف از احتمال مرگ ناشی از سرطان بیشتر است، اما با ورود به 50 سالگی این احتمال ناگهان تغییر می کند، به طوری که به گفته ی دکتر جیمز دی گریگوری معاون مرکز سرطان دانشگاه کلرادو 90% سرطان ها پس از 50 سالگی بروز می کند. دانشمندان میگویند شرایط زیست حیوانی از 2.1 میلیارد سال پیش آغاز شده است. دانشمندان به شواهد جدیدی دست یافتند که نشان می‌دهد حیات پیچیده ارگانیسم‌هایی که ساختارهای پیچیده‌تری از موجودات تکسلولی دارند روی زمین ممکن است 1.5 میلیارد سال زودتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد آغاز شده باشد. اکنون بر اساس گزارش بی بی سی، محققان دانشگاه کاردیف انگلستان ادعا می کنند نشانه های از شکل های حیات پیچیده پیدا کرده اند که 2.1 میلیارد سال پیش شروع شده است. هیئت رئیسه مجلس عراق کمیته ویژه‌ای را برای پیگیری و نظارت بر ارائه خدمات به زائران اربعین امام حسین علیه السلام تشکیل می‌دهد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. ریاست پارلمان عراق از تشکیل یک کمیته ویژه پارلمانی به ریاست علی جاسم الحمیداوی رئیس کمیته خدمات پارلمانی و عضویت 8 نماینده دیگر با هدف نظارت میدانی بر خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه این کمیته که به منظور ارائه بهترین خدمات ممکن در ایام اربعین راه اندازی شده بر خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی نظارت و کلیه امور مربوط به آن را پیگیری و ارزیابی خواهند کرد.
این کمیته بازدیدهای میدانی و مستمر از مناطق و استانهای مختلف عراق که زائران از آنجا عبور می‌کنند انجام خواهد داد تا از در دسترس بودن نیازهای اولیه مانند آب، غذا و خدمات پزشکی، همچنین اجرای مطلوب طرح‌ها و اقدامات صورت گرفته و ایمنی و آسایش زائران اطمینان حاصل کنند. علی الحمیداوی تأکید کرد که این کمیته برای پیگیری تمام جنبه‌های خدمات ارائه شده و اطمینان از آمادگی زیرساخت‌ها و واکنش سازمان‌های مربوطه به هر شرایط اضطراری که ممکن است رخ دهد به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد. وی در ادامه افزود این کمیته با تمامی ارگان‌های دولتی و محلی و موکب‌های حسینی همکاری خواهد کرد تا بهترین خدمات ممکن به زائران ارائه شود. این اقدام‌ها در چارچوب تدارکات فشرده است که کشور عراق برای پذیرایی از میلیون‌ها زائر که برای بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام به شهر مقدس کربلا مشرف می‌شوند انجام می‌شود. زیارت اربعین حسینی یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی در جهان محسوب می‌شود، چرا که میلیون‌ها نفر از محبان اهل بیت از داخل و خارج عراق گرد هم می‌آیند تا در بزرگداشت این مناسبت شرکت کنند. الحمیداوی همچنین گفت که این کمیته گزارش‌های دوره‌ای خود را در مورد پیشرفت کار و سطح خدمات ارائه شده به ریاست پارلمان ارائه خواهد کرد و بر اهمیت همکاری همه دست‌اندرکاران برای موفقیت همه جانبه این زیارت و اطمینان از آسایش و ایمنی زائران تأکید کرد. وی با قدردانی از تلاش‌های همه مجموعه‌های زیرفت خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر برای فراهم کردن محیطی امن و راحت برای زائران حسینی شد که این امن نشان دهنده روحیه همبستگی و فداکاری در خدمت امام حسین علیه السلام است. کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 9 مرداد نشستی را با حضور فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن افغانستان برگزار کرد. شرکت کنندگان در این نشست وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان اسفبار توصیف کردند. سه نفر از فعالان حقوق زنان از آمریکا خواستند آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. به گفته کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا، محدودیت‌ها بر زنان پیامدهای گسترده‌تری از جمله تعمیق بحران‌های اقتصادی و بشردوستانه در پی دارد. وحیده امیری، یکی از فعالان حقوق زنان افغانستان، در بخشی از سخنان خود گفت که بخشی از ستم طالبان بر زنان و دختران افغانستان و سیاست‌های سرکوب این گروه با حمایت آمریکا ممکن شده است. وی گفت که دولت آمریکا با وجود هشدار زنان و دیگر جریان‌های دموکراتیک افغانستان، با باور به تغییر پذیر بودن طالبان، با این گروه وارد گفتگو شد و با آن پیمان صلح بست. او افزود که در سه سال گذشته حکومت آمریکا میلیون‌ها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه در خدمت طالبان قرار داده است. این نشست در حالی برگزار می شود که طی حدود سه سال گذشته طالبان محدودیت‌های بیشماری را بر زندگی زنان و دختران افغانستان وضع کردند. عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا، پیرامون تحلیل این خبر مهمان این بخش خبری هستند. آقای حفیظ، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. سلام، درود به شما. سلام، درود به بیننده‌ها و شنونده‌های عزیزیم که برنامه را تعقیب می‌کنند. ممنونم. جناب حفیظ، آیا این گونه اقدام‌های بین‌المللی در تغییر روند طالبان نسبت به زنان و دختران مؤثر خواهد بود و یا چشم‌انداز مثبتی در این زمینه وجود ندارد؟ بفرمایید. متاسفانه که چنین برنامه های راهکارهایی را که در جامعه بین‌المللی روی دست گرفته میشه بالای یک گروه توریستی تأثیر ندارد، چون از نظر ما و از دید ما گروه طالبان یک گروه توریستی، فاشیستی و افرادگرا هست. اگر
در افغانستان یک دولت مسئول یا یک دولتی بر اساس اراده مردم شکل می گرفت، اگر چنین گپا و ادعاها و فعالیت های می شد، امکان داشت که او تأثیر خود را داشته باشد. وقتی طالبان در 2021 قدرت را به دست گرفت در یک معامله سیاسی و مردم افغانستان را به اسارت گرفت، بعد از او خب برای رهبریشان معلوم هستند که با یک تعامل یا معامله سیاسی آمده سر قدرت، اما در قشر پایین گروه تروریستی طالب به این فکر هستند که اینا بر ایالات متحده آمریکا و ناتو و کشورهای حامی جمهوریت در افغانستان اینا پیروز شده و به می فکر هستن که اینا یک امر قدرت جهانی را شکست داده، دیگه هیچ گپ و گفتار حقوق بشری و حقوق انسان و حقوق زن و اینا برای از نا هیچ اصلا معنی ندارن. چیز را که امروز من حیث ارزش‌های دموکراسی و ارزش‌های انسانی و ارزش‌های حقوق بشری در دنیا مطرح هست، هیچ طالبی چی رهبری طالب چی در پایین عسکر طالب بله. عقیده ندارن. امروز مصادقی که بیانگر آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست او وجود داره. تا هنوز را در مدت 3 سال بیشتر از 50 بله. حکم علیه زنا صادر شد. ممنونم. اگر ایرم به رسمیت بشناسه بله. تأثیری بر رفتار طالب به وجود نمیاد. با تشکر از عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا که پیرامون تحلیل این خبر دعوت ما را پذیرفتند. شورای روابط اسلام آمریکا در گزارشی اعلام کرد که در نیمه اول سال 2024 میلادی تبعیض علیه مسلمانان 70% در این کشور افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از بیروت اینترنشنال، شورای روابط آمریکای اسلامی روز گذشته اعلام کرد تبعیض و حملات علیه مسلمانان و فلسطینی‌ها در نیمه اول سال 2024 در آمریکا حدود 70% افزایش یافته است. شورای روابط اسلام آمریکا گزارش داد در 6 ماه اول سال 2024 4951 شکایت در مورد حوادث ضد مسلمانان و ضد فلسطینی دریافت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 حدود 70% افزایش داشته است. این مرکز افزود بیشتر شکایات مربوط به تبعیض در زمینه‌های مهاجرت، پناهندگی، اشتغال و تحصیل و جرایم نفرت انگیز است. حوادث نگران کننده در 9 ماه گذشته در ایالات متحده آمریکا شامل ضربات چاقو به یک پسر 6 ساله فلسطینی آمریکایی در ماه اکتبر در ایلینوی، چاقو زدن یک آمریکایی فلسطینی در تگزاس در ماه فوریه و تیراندازی به 3 فلسطینی آمریکایی است. بر اساس گزارش شورای روابط اسلام آمریکا، با تظاهرات دانشجویان در دانشگاه‌ها در حمایت از غزه، پلیس و مقامات دانشگاهی به آنان حمله کرده و برخی را بازداشت کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیانیه مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در محکومیت شهادت تعدادی از شیعیان پاراچنار پاکستان. تشکیل کمیته ویژه نظارت بر ارائه خدمات به زائران اربعین در مجلس عراق. فعالان حقوق بشر در آمریکا خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. و افزایش 70% اسلام حراسی در آمریکا در نیمه اول سال 2024. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.